بله دوستان، مجدداً با برنامه زنان عمومی در خدمت شما هستیم تا ادامه داستان استر رو براتون تعریف کنیم. بریم که با هم به ادامه داستان بپردازیم. هامان با خوشحالی در حال ترک کردن مهمونی بود از زمانی که از کنار مردخای گذشت و اون بهش سجده نکرده بود. خیلی عصبانی بود. اون تصمیم به اعدام مردخای گرفت. اما یه اتفاق جالبی افتاد. کتاب مقدس اینطور میگه: اون شب پادشاه نتونست بخوابه. به خاطر همین دستور داد کتاب وقایع سلطنت اون رو براش بخونن. قسمتی که خوندن مربوط به این بود که چطور مردخای نقشه قتل پادشاه رو برملا کرده بود. شاه پرسید: ببینم در مقابل این خدمت چه پاداش و افتخاری به مردخای داده شده؟ خادمینش گفتن: هیچ پاداشی به اون داده نشده. در همین موقع هامان وارد قصر شد تا از پادشاه بخواد که مردخای رو به دار بزنه. وقتی هامان وارد شد، پادشاه به او گفت: من بسیار مایلم که به یک نفر عزت ببخشم. به نظر تو برای چنین شخصی چه باید کرد؟ هامان با خودش فکر که پادشاه از اون داره حرف میزنه. پس در جواب گفت: ام بفرمایید جامعه سلطنتی که پادشاه دربر می کنند همراه با اسبی که پادشاه سوار می شوند و با زیورآلات سلطنتی تزیین شده باشد برای او بیاورند. آنگاه یکی از امرای عالی رتبه خود را بگمارید تا آن لباس مخصوص را به او بپوشاند، او را سوار اسب کرده در اطراف شهر بگرداند و با فریاد بلند بگوید: کسی که مورد عزت پادشاه واقع می شود این چنین پاداش می گیرد. بله، پادشاه به هامان گفت: پس برو و هر اون چیزی که گفتی در حق مردخای یهودی به جا بیار. هامان چاره جز اطاعت نداشت. فکر کنم خیلی سورپرایز شده بود. پس مردخای رو سوار اسب کرد و به میدون شهر برد و با صدای بلند می گفت: کسی که مورد عزت پادشاه واقع می شود این چنین پاداش می گیرد. مردخای به طرف دروازه دخول قصر رفت، اما هامان خجالت زده و با عجله به خونش برگشت. خواجه سرایان قصر با عجله وارد خونه هامان شدند تا اونو فوری به مهمونی استر ببرن. پادشاه باز از استر پرسید: ملک استر، بگو خواهشت چیست؟ حتی اگر نیمی از مملکتم را بخواهی به تو می دهم. استر در جواب گفت: خواهش من این است که اگر پادشاه به من التفاتی دارند و صلاح بدانند، جان من و جان قوم مرا نجات دهند. زیرا طبق یک دستور خطر مرگ و نابودی ما را تهدید می کند. پادشاه از ملکه پرسید: چه کسی جرأت همچین کاری رو داره؟ اون شخص کجاست؟ استر جواب داد: دشمن ما همین هامان شریره. هامان خیلی ترسیده بود. پادشاه دستور داد هامان رو بر همون تناب داری که برای مردخای آماده کرده بود به دار بیاویزن. استر با گریه و زاری از پادشاه درخواست کرد تا از نقشه شوم هامان علیه یهودیان جلوگیری کنه. خشایارشا درخواست اونو اجابت کرد و نامه ای نوشت و با انگشتر سلطنتیش اون رو مهر کرد تا تغییر اون غیر ممکن بشه. چه روز مبارکی بود. یهودیان از فرط شادی و خوشی اون روز رو جشن گرفتن و بسیاری به خدای حقیقی ایمان آوردن. روزی که دستور نابودی اونها داده شده بود فرا رسید، اما اونا همچنان زنده موندن و اون روز برای اون روز مقدس شد و هر ساله اون روز جشن میگیرن تا نسل‌های بعد این واقعه رو از یاد نبرن. همه وقایع برای قوم خداوند ثبت شد تا به یاد داشته باشن که خداوند چه کار عظیمی براشون به انجام رسونده. و عزیزان، اینم پایان داستان ما. وای، چه داستان فوق‌العاده‌ای از کلام خدا شنیدیم. برای من که خیلی شیرین بود و از شنیدن دوباره اون خیلی لذت بردم. میدونی، به نظرم استر فکرشم نمیکرد خداوند اینطور از طریق اون بخواد برای قومش کار کنه. درسته، خداوند از طریق یک زن معمولی اما مطیع برای پیشبرد نقشش استفاده کرد.
اون مطیع مردخای بود و طبق درخواست اون عمل کرد. پادشاه باید خیلی به استر علاقه من بوده باشه. اون نه تنها درخواست استر رو قبول کرد، بلکه دارایش رو هم به اون بخشید. آیا این همون چیزی بود که استر میخواست؟ نه، استر دنبال دارایی پادشاه نبود، بلکه آزادی قومش رو درخواست کرد. و به خاطر شجاعت و ایمان استر، بسیاری از مردم به خدای حقیقی ایمان آوردن. دوستان، امروز چیزای خیلی زیادی از داستان استر یاد گرفتیم. این داستان به ما یاد داد که چطور تو شرایط سخت به خداوند ایمان داشته باشیم. حتی زمانی که اوضاع به ظاهر خوب پیش نمیره و نمیتونیم درک کنیم که چرا خداوند اجازه میده این اتفاقات برای ما بیفته. دقیقاً نوشین جان. خداوند در کلامش میگه تمامی چیزها برای خیریت کسانی که به خدا ایمان دارن به انجام میرسه. همینطوره. عزیزان، استر به انتخاب خودش خونش رو ترک نکرد تا ملکه بشه، اما شرایط رو پذیرفت و یاد گرفت که به خداوند اعتماد کنه. و خداوند به وعده‌اش وفادار بود. اینطور نیست؟ آمین. اون مراقب مردمونش بود و نذاشت زجر بکشن. استر تو اون شرایط تو جایگاه درستی بود. یادتونه که مردخای بهش گفت کسی چه میدونه، شاید برای این روز ملکه شدی؟ بله، دقیقاً. زمانی که قوم خداوند محکوم به نابودی شد، تو همون زمان استر ملکه اون سرزمین بود. شجاعت اون مردمش رو نجات داد. اونقدر مردمش رو دوست داشت که حاضر شد جونش رو برای اونها به خطر بندازه. مطمئن هستم که اون کار به شجاعت زیادی نیاز داشت. زنا میتونن به شجاعت یه سرباز باشن و خداوند پاداش شجاعتشون رو بهشون میده. اما استر خیلی باهوش بود که اول برای پادشاه بزم ترتیب داد و بعد ازش درخواست نجات جون مردمشو کرد. اون میدونست که راه به دست آوردن محبت آقایون شکمشونه، نه؟ به نظرم ما هم باید به خاطر داشته باشیم که هر وقت درخواست مهمی از همسرمون یا یکی از اعضای خانوادهمون داریم، بایستی صبر کنیم تا زمان مناسبش برسه. خیلی مهمه که عجله نکنیم و بدون فکر کاری انجام ندیم. همینطوره. استر صبر کرد تا زمان مناسبش برسه و زمانی که نقشه هامان شریر رو برملا کرد، پادشاه به سرعت دستور مجازات اون رو داد. من خیلی خوشحالم که خدای ما خدای عدالته. گاهی ما عدالت رو نمیبینیم، اما مطمئنیم دیر یا زود عدالت خداوند اجرا میشه. درسته. گاهی ممکنه به خاطر شرایطی که داریم ناامید شیم، اما باید همونطور که استر به خداوند چشم دوخت، ما هم نگاهمون به خداوند باشه. از دیگران بخوایم برامون دعا کنن. شما هم میتونید برای ما درخواست دعاهاتون رو بفرستین عزیزان. ما همیشه مشتاق هستیم که از شما بشنویم. و یادتون باشه خداوند برای تک تک ما نقشه داره. اون خدای وفاداره و همیشه از ما مراقبت میکنه. اون میخواد ما هم به اون وفادار باشیم و بهش اعتماد کنیم. میخواد بهش اجازه بدیم که به همون کمک کنه. اون میخواد از طریق شما توی زندگی مردم کار کنه. میتونید این داستان رو با دیگران هم به اشتراک بذارید و با این کار اجازه بدین خداوند تو زندگیشون کار بکنه. و حتی میتونید شهادت‌های زندگیتون رو برای برنامه ما بفرستین تا تمام عزیزان بتونن بشنون و برکت بگیرن. عزیزان، تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه زنان امید را در صفحه اینستاگرام زنان.امید و همینطور صفحه فیسبوک و کانال تلگرام زنان امید دنبال نمایید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه
با ما در میان بگذارید. عیسی خدایم، شاه و مولایم، ای پور خدا و انسان، تو را پرستم، تو را ستایم، ای شادی و راحت عزیزاز زیبا و شیرین بزدود غم دل ما خور گرچه زیباست ما هم دل آراست مری خود سهیل و گردون به نموده نوری فرفراد